روز شنبه گذشته پاسدار سلامی به صحنه اومد و ملتمسانه از جوانان ایران خواست به خیابان نیاند. در این حال برای دانشجویان هم خط و نشان کشید و گفتش که اغتشاش امروز روز آخرشه و تموم شد و از این حرفها. البته از شب همون روز لباس شخصی ها و بسیجی ها رو هم به طور گسترده تری برای سرکوب دانشجویان و مردم به کار گرفت. حالا خوبه ببینیم که تهدیدات پاسدار سلامی و سایر سران و سرکردگان رژیم از جمله امروز خود خامنه‌ای و از طرف دیگه گسترش اقدامات سرکوبگرانه توسط رژیم و بکارگیری تمام عیار سپاه در خیابان‌ها چه تأثیری روی خیزش دانشجویی به طور خاص داشته. همچنین به بررسی این موضوع هم خوبه بپردازیم که حضور گسترده دانشجویان در این قیام چه معنا و مفهومی داره، نقش اونها در یک کلام در قیامی که همکنون در جریان هست چیه، چه جایگاهی دارند و چه نقشی دارند. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با دکتر سعید فردوس از آلمان. سلام میکنم به شما آقای دکتر فردوس، خیلی خوش اومدید. اولین سوالم این هست که به نظر شما از وقتی که پاسدار سلامی موضع گیری رو کرد روز شنبه تا کنون جنبش دانشجویان چه مسیری رو طی کرده؟ آیا رو به گسترش هست یا طبق خواست رژیم و پاسدار سلامی رو به افول هست و علت چیست؟ بفرمایید. منم به شما سلام عرض میکنم و به تمام بینندگان که در خارج و در ایران دارن برنامه رو نگاه میکنن. از دعوت شما خیلی ممنونم. اجازه بدید قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، عرض ارادت و احترام خودم رو به کانونای شورشی توی ایران، به تمامی مردم قیام کننده و انقلابی که در سراسر ایران الان تو خیابونا هستن، و اجازه بدید چون من خودم عراقی هستم عرض تسلیت داشته باشم نسبت به خانواده مهرشاد شهیدی نژاد. اینقدر این رژیم دجال و ضد بشر هستش که یک روز قبل از تولدش جنازه را تحویل خانواده میده تا اینا به خاک بسپارن. میخواستم عرض احترام داشته باشم، عرض تسلیت داشته باشم نسبت به خانواده شهیدی نژاد و درود و سلام خودم را به تمامی دانشجویان و محصلین و مردم عراق برسونم که واقعا ما را سرفراز کردن. ما یه اصطلاح در عراقی داریم، میگیم ما لنگ انداختیم جلوی شما، یعنی نهایت چیز. میخواستم اینو گفته باشم. اگر بخوام سوال شما پاسخ بدم، ببینید الان نقش دانشجویان و محصلین و به خصوص دانشجویان توی یه جامعه و توی یک انقلاب اینه که پیشتاز انقلابن. الان اگر نگاه کنیم الان روز 47 یا 8 هست که قیام و انقلاب داره به پیش میره. موتور محرکش هم همین دانشجوها بودن. در سال اگر مقایسه‌ای بکنیم با آبان 96 که قیام چند روز بیشتر طول نکشید، بعد آبان 98 که دیگه 96 آبان 98 بله آره دیگه 96 آبان ببخشید آبان 98 که 12 روز طول کشید، الان ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم به روز 47 48 قیام و انقلاب رسیدیم و چیزی نیست. اولا این قیام و انقلاب به یک بلوغی رسیده که دیگه اصلا هیچی جلودارش نمیتونه باشه، یعنی هر چیزی سر راهش بیاد از سر راه خودش برخواهد داشت. دومین مطلب اینه که این نسلی که ما الان در خیابونها میبینیم، در انقلاب و قیام میبینیم، اینا اومدن یک خطی پیش گرفتن و اون خطشون سرنگون کردن رژیمه، از اینم پایین نمیان و بهاش هم در این مورد هم پرداختن و هم خواهند پرداخت. البته رژیمم از هیچ وحشیگری و هیچ دناعتی در مقابل و کشت و کشتاری در این مقابل چیز نکرده، ولی همش به ضرر خودش تموم شده. اگر شما بیایید داستان دانشگاه صنعتی شریف رو در نظر بگیرید، داستان زندان اوین رو در نظر بگیرید، اینا همه برگشت به ضرر خود رژیم شد تا اینکه بخواد به نفع خود رژیم بشه. حتی اگر دقت کنید همون روزی که 7 آبان بود فکر کنم این سلامی جلاد اومد گفتش که امروز روز آخر و فلان و اینا، اگر دقت کنید در بیشتر دانشگاه ها روز بعدش خیلی شلوغ‌تر و خیلی پرجمعیت‌تر و شعارها خیلی تیزتر بود از روزهای قبلش. بله بله بله، خیلی ممنون. حالا به نظر شما ارزش این استمرار جنبش دانشجویی و خیزش دانشجویان و ایستادگی دانشگاه در پیشرفت این انقلاب چیه؟ به طور مشخص در خود این انقلاب چه جایگاهی شما براش قائل هستید؟ این ایستادگی رو ببینید، ما اگر بیایم جایگاه دانشجو و دانشگاه رو در نظر بگیریم که همیشه، اولا دانشگاه همیشه سنگر آزادی بوده و دانشجوها همیشه نقش پیشتاز
نیروی انقلابی رو تشکیل میدن. در انقلاب ضد سلطنتی 57 هم همین بود. در کشورهایی هم که انقلاب جو تو امریکای لاتین یا اینا همیشه همین طور بوده. یک نقش پیشتازی دارن که صدای نیروی انقلابی میشه بهشون گفت، صدای نیروی پیشتازن. اتفاقا الان تو ایران هم ما همینا داریم میبینیم، تو مملکت خودمون هم داریم میبینیم. اینا حتی در شعارهایی که میدن انقدر تیز و برنده هست، میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، یعنی دارن تعیین موضع میکنن، صدای انقلاب رو توی مردم میبرن. یا اینکه الان این وقت عزا نیست، هنگامه خشم است. اینا دانشجو و هسته و دانشگاه، اینا صدای انقلاب هستن. این یه طرف مطلبه. مطلب دوم اینه که دانشجوها همیشه موتور محرکه یک انقلاب بودن. در همه انقلابات تقریبا در تمامشون و در کشورهای دیگه هم همینطور بوده و رژیم هم سعی میکنه تا اون جایی که امکان داره از این چیز جلوگیری بکنه، یعنی تمامی وحشیگری و دناعت خودش رو به کار میاره که بتونه این موتور محرکه رو از کار بندازه. ولی تا حالا هر کاری کرده مثل این بوده که بنزین رو آتش ریخته باشه، به ضرر خودش تموم شده. اگر بیایم تمام این مطالب رو سرهم کنیم، اصلا این قانون یک انقلابه. شما در زمان شاه هم همینطور بود، انقلاب 57 هم همینطور بود. یعنی هر چی شما وحشیگری، کشت و کشتار در مقابل نیروی انقلابی جامعه رو بیشتر بکنید، انقلاب رادیکالیزه تر میشه. الان همینه که ما داریم میبینیم. من اگر اجازه داشته باشم یک مطلب کوچیکی بگم، اگر هنوز خواهش میکنم. بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله بله حتما. یه مطلب کوچیکی بگم، اصلا شاید ممکن باشه به این مطلب ما ربط نداشته باشه تو به بحث امروزمون، ولی فکر میکنم یه جاهایی هم ربط داره. ما یک بولتنای پزشکی خیلی زیادی تو آلمان داریم، از همشون معتبرتر دوچس ارسبلت هست، نمیتونم ترجمهش کنم، شماره 36 آخر آگوست 2022 یه مقاله، یه تحقیقاتی انجام دادن در اون 4 تا 6 هفته‌ای که بچه‌ها ایزوله بودن تو اوایل پاندمی در آلمان. اینا 182 تا مریض که نه، بچه ها رو آوردن و باشون صحبت کردن، یه تحقیق انجام دادن، نتایجش هم نوشتن. حالا اتحادیه کودکان، پزشکان کودکان آلمان به این اعتراض میکنه که مگه شما نمیگید که این جوونا بچه ها آینده مملکت ما هستن؟ چرا تحقیقاتون به 200 نفر هم نرسید؟ 182 تا فلان اینا، ما 84 میلیون نفر، 82 میلیون نفر جمعیت داریم. اعتراض میکنن به دولت و فلان این حرفا. اینا هم میگن ما اینقدر مشکلاتی داریم مثل گاز و برق و نفت و اینا که الان داریم، توی این مطلب اصلا وارد نمیشم. اینا میگن اینا در این پاندمی، در این 4 یا تا 6 هفته‌ای که در ایزولاسیون بودن، انقدر ضربه روحی دیدن که ممکنه در ربع قرن آینده، در 25 سال آینده که این ازدواج میکنه و بچه دار میشه، نتونه بچه خودشو درست تربیت بکنه. من نمیخوام بگم آلمان خوبه، من عاشق آلمانم، این اشتباه رو نکنید، دارم به این مطلب شما ببینید. وقتی که شما بچه 14 15 16 17 ساله 18 ساله 19 شاید هم کمتر 12 13 ساله من نمیدونم با گلوله میزنی مغزشو میاری اینو توی دهنش، آخه بگی یک وقتی که من اینو خوندم یا از این تحقیقاتو میخونیم، من واقعا به یاد حرف برادر مسعود میفتم همیشه، که البته منظورم آقای مسعود رجبی، مسئول شورای ملی مقاومت، که میگه این اگر بخوایم این رژیم رو تبیینش کنیم میگیم دشمن ضد بشر. اون موقع داشتم اینو میخوندم یاد همین افتادم و بالاخره این دشمن ضد بشر از بین خواهد رفت با همین استمرار قیام، با همین دانشجوها، با تمامی نیروهای انقلابی که در جامعه هستن. ببخشید من موقع عربی کردم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحاتتون در رابطه با خیزش دانشجویان و همچنین نکته‌ای که در پایان انگوش گذاشتین و همچنین تشکر که یادآوری کردید، گرامی داشتید یاد شهید قیام مهرشاد شهیدی، همشهری خودتون که در آستانه در واقع تولد 20 سالگیش در 19 سالگی به شهادت رسید و مردم همشهری‌های شما هم بر سر مزار شعار دادند اگر یادتون باشه فرشته با غیرت تولدت مبارک. تولدت مبارک. آره من از شما ممنون از این یادآوری و ممنون که حضور پیدا کردی دکتر فردوس. من از شما خیلی ممنونم به خاطر دعوت، وقتی که در اختیار من گذاشتی. سالم باشید ان شاء الله. قربون شما. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.